اسم من محمد طاهر نجفی، معروفم به شیخ طاهر و در کوفه زندگی میکنم. سال هاست که افتخار خادمی مسجد بزرگ و گرانقدر کوفه رو دارم و تقریبا اکثر اوقات به کارهای مسجد سرگرمم. البته در کنار خدمت به این مسجد و زوار اون، برای امرار معاش به زوار انگشتری عقیق و فیروزه و اینجور چیزا میفروشم. سالها از این راه هم خانوادم رو اداره میکردم و هم تا اونجایی که میتونستم چند تا خانواده یتیم و بی سرپرست و که کسی رو توی شهر نداشتند کمک میکردم، تا اینکه چند سال پیش به خاطر درگیری قومی آمد و رفت اهل علم و تقوا به مسجد کوفه از بین رفت و من موندم و تنهایی و مسجد بیزوار. روزهایی میشد که مسجد حتی یک نفر زائر نداشت و این باعث شد که وضع مالی من کم کم دگرگون بشه و رو به تنگ دستی بره. بله، همینطور که مسجد خلوتتر می شد وضع مالی منم خرابتر می شد، تا اونجا که حتی به خانواده هایی که سرپرستی می کردم هم نمی تونستم کمکی چندانی کنم. با وجود تمام مشکلاتی که روز به روز زیادتر می شد، توسلم رو به امام عصر علیه السلام فراموش نکرده بودم و برای فرج ایشان دعا می کردم. اون شب شب جمعه بود. من با دلی شکسته و قلبی خسته وارد مسجد کوفه شد. به کی بگم دوست دارم آقا؟ به کی بگم درد من سختی فراغه؟ به کی بگم قصه من تنگ دستی نیست؟ ناگهان دیدم سر پا ایستادم و خورشیدی در مقابلم ظاهر شد. با وجود صورت مهربان و دوست داشتنی، جلال و حیبت عظیم، اون آقا به سمت محراب رفت، روی سجاده از نور مشغول نماز شد و نورانیتش لحظه به لحظه بیشتر بود، به حدی که نگاه کردن به او ممکن نبود. بعد از نماز رو به من کرد و فرمود: ای طاهر، آیا ما شما را هر روز حمایت و رعایت نمی کنیم؟ احوال و اعمال شما هر روز بر ما عرضه می شود. ای آقای من، حضرت در ادامه با تبسم و مهربانی هرچه تمام تر رو به من فرمودند: ای طاهر، به آرزویت رسیدی و از این تنگ دستی نجات خواهی یافت. حال بگو دیگر چه می‌خواهی؟ و من که زبانم از حرکت ایستاده بود، ما تو مبهوت تنها به اون چهره نورانی خیره شده بودم که ناگهان در یک چشم برهم زدن متوجه شدم که دیگه کسی اونجا نیست.